به نام خدا. با سلام. لیلا فرج‌الله‌پور هستم، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات گرایش شبکه. که افتخار همکاری با فرادرس رو دارم و همینطور افتخار اینو دارم که با آموزش میکروتیک کورس MTCNA در خدمت شما باشم. در دوره‌ای که پیش رو دارید، ما معرفی سیستم عامل یا روتر او اس میکروتیک و همینطور محصولات میکروتیک رو داریم و در مورد قابلیت‌هایی که یک روتر او اس و روتر بورد میکروتیک داره صحبت خواهیم کرد. و در پایان دوره انتظار داریم که شما روتر او اس و روتر بورد میکروتیک رو بشناسید و قادر به کانفیگ معمولی یک روتر، یعنی بتونید یک روتر رو به حد معمول کانفیگ کنید، ابیابی کنید و مدیریت کنید و قادر به ارائه خدمات پایه به مشتریان خواهید بود. مطالبی که توی این دوره مطرح خواهند شد در قالب 8 تا بخش اومده که به ترتیب عبارتند از: اول مباحث مقدماتی یا اینتروداکشن رو خواهیم گفت، بعد روتینگ، بریجینگ، وایرلس، نتورک منیجمنت، فایروال، QoS و در پایان هم مباحث تانلینگ رو خواهیم گفت. کلی مطالبی که توی این دوره گفته میشه به صورت معمولی و ابتدایی گفته میشه و اگر بخواید وارد جزئیات بشید و تخصصی تر اینا رو یاد بگیرید، لازم هست که توی دوره‌های بعدی ما شرکت کنید. خب، مباحث مقدماتی رو با معرفی روتر او اس شروع میکنیم. روتر او اس در واقع یک سیستم عاملی هست که توسط شرکت میکروتیک تولید شده و بر روی سخت افزار میکروتیک نصب میشه و علاوه بر اون شما میتونید روی یک PC یا یک ویرچوال ماشین هم نصبش کنید. به هر حال روتر او اس رو روی هر چیزی که نصب کنید به شما یک روتر اختصاصی میده، یعنی تمام اون فیچرهایی که از یک روتر انتظار دارید رو در اختیار شما قرار میده. و موضوع بعدی بحث بندی شیپر هست. شما از روتر او اس میکروتیک میتونید به عنوان یک سیستم مدیریت پهنای باند قوی و فوق‌العاده استفاده کنید و تمام حالت‌هایی که بخواید پهنای باندتون رو مدیریت کنید رو توسط روتر او اس میتونید انجام بدید. موضوع بعدی بحث پکیج فیلتر هست. شما از روتر او اس میتونید به عنوان یک فایروال خیلی قوی استفاده کنید که توی تمام لایه‌های مدل او اس های فایروالینگ رو میتونه انجام بده و حتی میتونه به صورت ترانسپرنت هم انجام بده، یعنی اینکه یه جوری شما فایروالتون رو کانفیگ میکنید که کاربر اصلا متوجه وجود فایروال توی شبکه نخواهد شد. و موضوع آخر هم بحث وایرلس هست. روتر او اس تمام استانداردهای 811 A, B, G, N و AC رو ساپورت میکنه. خب، گفته روتر او اس میکروتیک سیستم عاملی هست که بر پایه لینوکس هست، لینوکس نوشته شده و منظور این نیست که کسی که بخواد میکروتیک کار کنه حتما باید لینوکس رو بلد باشه، بلکه منظور اینه که یک هسته سبکی داره که خیلی سریع و راحت نصب میشه، رم و سی پی یو خیلی کمی رو نیاز داره و بسیار سبک هست. ببینیم روتر بورد چی هست. روتر بورد سخت افزاری هست که توسط شرکت میکروتیک به فروش میرسه و میکروتیک اومده بر اساس نیاز مشتریاش در سراسر دنیا سخت افزارهای مختلفی رو تولید کرده که همه این سخت افزارها رو میتونید توی سایت roterbord.com مشاهده کنید. خب، اگه وارد سایت roterbord.com بشیم، شما میبینید که اومده تمام دیوایس های میکروتیک رو به چند تا دسته تقسیم کرده. دسته اول اینتگریتد سولوشن ها هستن. اینها در واقع دیوایس هایی هستن که توسط میکروتیک به صورت پک کامل به فروش میرسه، یعنی اینکه روتر بورد اومده توی یک کیس قرار داده و به همراه لوازم جانبی اون توی یک بسته بندی قرار داده و وقتی شما اینو میخرید کافیه که اونو به برق بزنید و ازش استفاده کنید. که خود اینتگریتد سولوشن ها به 4 دسته تقسیم میشن. دسته اول اترنت روترها هستن. دیوایس هایی هستن که قابلیت وایرلس رو ندارن. دسته بعدی سویچ ها هستن که اگر شما دقت کنید توی ویژگی های بعضی از اونها گفته که به اصطلاح SWOS هستن، یعنی سیستم عاملشون روتر OSی نیست. اینها سویچ های لایه 2 هستن. به یک سریشون که با سرنام CRS شروع شدن روتر OSی هستن. یعنی اینکه اینها سویچ های لایه 3 هستن، در واقع سویچ هایی هستن که انگار توی دل خودشون یک روتر هم دارن. دسته بعدی وایرلس سیستم ها هستن. دیوایس هایی هستن که توی زمینه وایرلس از اینها استفاده میشه و برای محیط های آوتدور ازش استفاده میشه و وایرلس فور هوم اند آفیس هم برای محیط های ایندور استفاده میشه. خب، این از اینتگریتد سولوشن. دسته بعدی روتر بورد ها هستن. روتر بورد ها یک مین بوردی هستن که به صورت بورد خالی به فروش میرسن. شما بر حسب نیازتون اینها رو انتخاب میکنید و بعد کیس رو
آداپتور و چیزهای دیگرش رو متناسب با نوع بردتون انتخاب میکنید. دسته بعدی اینکلوژرها هستن که در واقع کیس هایی هستن که برای همون روتر بورد هایی که خریدید میتونید انتخاب کنید و خریداری کنید. بر اساس نوع روتر بردتون و محیطی که میخواید ازش استفاده کنید میاد کیس مناسب با اون رو انتخاب میکنید. دسته بعد اینترفیس ها هستن که شامل ماژول های SFP، SFP پلاس و همجور کارت های وایرلس مثل مینی PCI ها هستن که بیم پایین تر اونا رو میبینید. حالا ماژول های SFP و SFP پلاس معمولا برای فیبر ازشون استفاده میشه و بر اساس اینکه فیبر شما سینگل مود یا مالتی مود باشه ماژول متناسب با اون رو انتخاب میکنید. دسته بعد اکسسوری ها انواع آداپتور های مختلف توی توضیحاتش هم میتونید ببینید. انواع کیکتیل ها و انواع پیوی ها رو میتونید توی این دسته ببینید. دسته آخر آنتن ها هستن که شما مدل های مختلفی که میکروتیک آنتن های مختلفی که تولید کرده رو توی این دسته بندی میتونید مشاهده کنید. خب هر کدوم از این روترها یک پروداکت کد دارن. مثلا RB493AH یا RB435G. میخواییم ببینیم از روی این نامگذاری یا از این کد ما چه چیزی رو متوجه میشیم. ببینید از روی این کدها یا نامگذاری ها ما میتونیم یک سری اطلاعات سخت افزاری در مورد این روتر بورد به دست بیاریم. مثلا RB493AH RBH نشون میده که این یک روتر بورد هست. توی عددهای سه رقمی عدد اول داره سری روتر یا معماری سخت افزاری روتر رو نشون میده. عدد دوم تعداد اینترفیس های فیزیکی روتر رو نشون میده. مثلا عدد 9 اینجا گفته 9 تا پورت اترنت داره. عدد سوم تعداد اسلات های روتر نشون میده. مثلا گفته 3 تا پورت مینی پی سی آی داره. حرف A یعنی رم بیشتر و حرف H یعنی سی پی یو قوی تر داره. که الان من توی این اسلاید اگه دقت کنید یک سری از این حروف و اعدادی که توی نامگذاری ها میاد توضیحاتش رو نوشتم که توضیحات کاملش رو شما میتونید توی ویکی میکروتیک آدرسی که این پایین اومده برید ببینید و توضیحات کاملش رو مشاهده کنید. مثلا دیوایس هایی که با سرنام CCR شروع میشن کلود کور روتر ها هستن یا دیوایس هایی که مثل سویچ های لایسه‌ای که بهتون نشون دادم با سرنام CRS شروع میشن کلود روتر سویچ ها هستن یا سرنام RB یعنی روتر بورد هستن. توی دستبندی دیوایس های میکروتیک ما اشاره کردیم به دیوایس های اینتیگریتد و توضیحاتش رو خدمتون گفتیم. اما بهتر هست که تا جایی که امکان داره شما از دیوایس های اینتیگریتد استفاده کنید. به خاطر اینکه اول اینکه تقریبا بیشتر نیازهای ما رو پاسخ میده. یعنی مگر در موارد خاص شما یک نیازی رو دارید که توی این دیوایس های میکروتیک میبینید هیچ کدوم از اینها نمیتونه نیاز شما رو برطرف کنه و ناچارید برید اونها رو به صورت جدا جدا خریداری کنید و اسمبل کنید. دقیقا مثل زمانی که شما یک کامپیوتر رو میخواید بخرید میرید رم، سی پی یو، مادربورد و بقیه قطعاتش رو جدا جدا خریداری میکنید و اسمبل میکنید. اما این که میگیم دیوایس اینتیگریتد بهتره یکی به خاطر اینکه کانفیگ ثابتی داره، یعنی از روی اسم اون شما متوجه میشید که این دیوایس چه ویژگی هایی داره، چه استفاده میشه ازش کرد و از همه مهمتر اینکه قیمتش ارزون تر هست. وقتی شما برید مقایسه کنید توی سایت روتر بورد میبینید که قیمت یک دیوایس اینتیگریتد که به صورت پک کامل هست خیلی معقول به صرفه تر از زمانی هست که شما قسمت های مختلف رو جدا جدا خریداری کنید و اسمبل کنید. روش های دسترسی به روتر. خب برای دسترسی به روتر روش های مختلفی وجود داره که یکی از این روش ها از طریق پورت و کنسول اون روتر هست. ببینید یه مثال بزنم. شما وقتی میخواید به کامپیوترتون دسترسی داشته باشید از چی استفاده میکنید؟ از موس و کیبورد و مانیتور یا به عبارت کنسول های ورود خروجی. توی روتر هم به همین شکل هست. شما برای اینکه بهش دسترسی داشته باشید نیاز به کنسول دارید. حالا اینجا تفاوتش اینه که ما کیبورد و موس و مانیتور نداریم. یه کابل کنسول داریم که یک سرش میخوره به پورت کنسول روتر و یک سرش هم میخوره به پورت کام کامپیوترتون که نمونه کابلایی که وجود داره اینجا توی تصویر میبینید. فقط مسئله که هست اینه که تقریبا همه کامپیوترهای جدید مثلا لپتاپ ها پورت کام ندارن و شما برای اینکه معمولا USB دارن دیگه، برای اینکه به پورت کام کامپیوتر وصل بشید نیاز به یک تبدیل کام به USB دارید که باید تهیه کنید. این روش برای زمانی هستش که
شما روتر دم دستتون هست، توی اون محیط حضور دارید و میخواید به روتر دسترسی داشته باشید و ارتباط برقرار کنید. حالا چون لپتاپ من هم پورت کام نداره و من این تبدیل کامل یو اس بی رو ندارم، فقط تنظیماتی که باید انجام بدید و خدمتتون میگم. شما کابل کنسول یا رولوور رو یک سرش وصل میکنید به لپتاپ، یک سرش هم به روتر. بعد از طریق یک نرم افزار مثل نرم افزار پوتی بهش وصل میشه. من اینجا تنظیمات پوتی رو خدمتتون میگم. نرم افزار پوتی رو باز میکنید که اینو میتونید از سایت پوتی یا تو اینترنت سرچ کنید، دانلودش کنید. توی کاتگوری ها قسمت سریال که برید، اسپید یا باودشو باید 115200 بیت پر سکند تنظیم کنید. دیتا بیتش رو 8، استاپ بیتش رو همون 1 و پرایسیش رو 9. خب بعد اوکی رو که بزنید باید بتونید بهش وصل بشید. که من گفتم چون این کابل رو ندارم نمیتونم بهش وصل بشم. حالا اینجا پورتشم سریال انتخاب میکنی، سرعتشم که 115200 و اوپن رو که بزنید میتونید به صورت کامل لاینی به روترتون وصل بشید و کانفیگایی که لازم دارید رو انجام بدید. خب یکی دیگه از این روش ها SSH و تلنت هست. SSH و تلنت ابزارهای استانداردی هستن که روی شبکه IP کار میکنن. یعنی که شما باید با روترتون یک ارتباط IP داشته باشید، لایه 3. به عبارتی باید بتونید به روترتون پینگ کنید، پکت براش بفرستید، اون هم به شما پاسخ بده. خب تفاوتی که این دوتا روش داره توی بحث امنیتشون هست. تلنت یک ابزاری هست که آن سیکیور هست، امن نیست. پکت رو به صورت کلیر تکست ارسال میکنه و هیچ گونه رمزنگاری روی پکت انجام نمیشه، که پیشنهاد میشه از این روش استفاده نکنید تا حد امکان. اما SSH سکیور هست، امن هست. اما خوبی که تلنت داره اینه که روی اکثر سیستم عامل ها نصب میشه. شما مثلا روی سیستم خودتون کافیه برید کلاینتتون رو فعال کنید و بتونید با روترتون از طریق تلنت ارتباط برقرار کنید. اما برای استفاده از روش SSH شما نیاز به یک اپلیکیشن دارید مثل پوتی و از طریق اون بتونید با روترتون ارتباط برقرار کنید. فقط نکته اینجا خدمتتون بگم که روتر OS یه ابزار دیگه به نام مک تلنت هم داره که بعداً توی اسلاید‌های بعدی خدمتتون میگم، نشونتون میدم که میتونید لایه 2 هم با روتر ارتباط برقرار کنید. فقط نکته مهمی که اینجا باید دقت کنید اینه که وقتی شما میخواید از روش SSH تلنت یا مک تلنت استفاده کنید، OSتون حتما باید بوت شده باشه و بالا اومده باشه، به روز دسترسی داشته باشید تا بتونید از این روش ها استفاده کنید. اما برای کابل روش به اصطلاح کابل کنسول روش قبلی که گفتم نیازی نبود که روترتون حتما سیستم عاملش بالا اومده باشه. یه ابزار دیگه که داریم وین باکس هست. وین باکس اینترفیسی هست که مخصوص میکروتیک هست و برای دسترسی به دیوایس های میکروتیک ازش استفاده میشه. وین باکس هم تا OS بالا نیاد نمیتونید ازش استفاده کنید. هم لایه 2 میتونید از طریق وین باکس به روترتون وصل بشید، یعنی مک وین باکس با مک روتر میتونید بهش وصل بشید. هم لایه 3 از طریق IP روتر اگر داشته باشید با وین باکس میتونید به روترتون وصل بشید. حالا اینکه وین باکس از کجا دانلود کنید، یکی تو سایت خود میکروتیک هست. الان این سایت میکروتیک.com قسمت سافتویر اگر برید شما این پایین وین باکس رو میتونید آخرین ورژنش رو ببینید و دانلودش کنید. یا یه روش دیگرش وب روتر هست که توی قسمت بعد خدمتون خواهم گفت. اما روش بعد اینجا وین باکس و مک وین باکس رو در نشون میده که الان ما میتونیم تستش کنیم. خب من وین باکس رو دانلود کردم. وین باکس فایل .exe است که نیازی به نصب شدن نداره. اون رو اجرایش میکنم. وقتی که وین باکس باز میشه ببینید توی قسمت نیبرز، قبل از اینکه اینو بگم، من اومدم روترم رو با یک کابل شبکه که تو سرش RJ45 هست بس کردم به کامپیوترم. ببینید وقتی وین باکس رو باز میکنید توی قسمت نیبرز لیست روترهایی که الان پیدا کرده و بهشون میتونه دسترسی داشته باشه رو میبینید. مک آدرسشون، آی پی آدرسشون، ورژن 4، ورژن 6 و آیدنتیتی نامشون، ورژنشون و سایر مشخصه. شما مثلا کافیه روی مکش کلیک کنید که قسمت کانکتو مکش میاره. اگر روی آی پی کلیک کنید قسمت کانکتو آی پی اون رو میاره. آی پی زمان لاگینش، یوزرش به اصطلاح ادمین هست به صورت پیش‌فرض، پسورد هم هیچی ست نشد.
اگه کیپ پسورد بزنید اینجا پسورد ذخیره میشه. ببینید من اینو کیپ کانکت بزنم ارتباط برقرار نمیشه، چون که من لایه 3 با این روتر ارتباط ندارم و نمیتونم پینگشو کنم، چون که روی لپتاپم آی پی توی این رنج ست نشده. بنابراین میام از طریق مکش بهش پس میشم، یعنی یک ارتباط لایه 2. کانکتو که بزنم ادمین، شاید قبلا یه پسورد ست کرده بودم اون باشه. پسورد رو من اینجا وارد میکنم چون داره پسورد رو داره کانکت و ارتباط با روتر برقرار شد. پس این ارتباط از طریق وین باکس و روش آخر از طریق اینترنت بروزر هست. شما میتونید توی بروزرتون در صورت که ارتباط آی پی با روتر داشته باشید آی پی اون رو بزنید و از طریق بروزر به اون ارتباط برقرار کنید. خب من الان یه آی پی تو همون رنج ست میکنم به کارت شبکه‌ام، چون الان پینگ روترم رو ندارم. گفتم آی پی پیش‌فرض روتر 192.168.88.1 هست، من میذارم 88 فرض کنید 2. اوکی اوکی و بروزرم رو باز میکنم. آی پی روترم 192.168.88.1 رو اینجا تایپ میکنم اینتر. الان صفحه روتر OS باز میشه، صفحه ویبش با یوزر ادمین و پسوردی که ست کردی. من اینجا پسوردمو میزنم، لاگین رو بزنم، لاگین میشم. فقط قبل از اینکه لاگین بشم، قبلا خدمتتون گفته بودم یکی از راه‌ها برای دانلود اپلیکیشن وین باکس از طریق وب روتر هست. الان ما تو صفحه وب روتر هستیم و اینجا شما اگر اینو بزنید میتونید وین باکس رو دانلود کنید. من لاگین رو که بزنم به روترم وصل میشم و میتونم اونو کامپلیت کنم. این الان محیط گرافیکیه. توی وین باکس هم که لاگین شدیم یک محیط گرافیکی بود که میتونستیم کانفیگها رو به صورت گرافیکی انجام بدیم. وین باکس و وب بروزر روش هایی هستن که به روش GUI یعنی گرافیکال ما میتونیم کانفیگها انجام بدیم. اما از طریق SSH و تلنت اگر به روترتون وصل بشید شما یک مایه محیط کامند لاینی دارید، یعنی دستورات رو به صورت کامند لاینی توی محیط وارد میکنید و هیچ چیزی به صورت گرافیکی نیست. توی این دوره من بیشتر با وین باکس کار میکنم و اکثرا هم به صورت گرافیکال کار میکنیم، مگر اینکه در موارد خاص که به صورت کامند لاینی بعضی از دستورات رو وارد کنیم. پس گفتیم که به طور کلی میتونیم روش های دسترسی به دیوایس میکروتیک رو به دو دسته تقسیم کنیم. روش GUI یا گرافیکال یوزر اینترفیس، یعنی به یک محیط گرافیکی یک رابطه کاربری گرافیکی هست که اگر از طریق وین باکس و وب دیوایستون شما لاگین کنید به اون دیوایس یک محیط گرافیکی در اختیار شما قرار میگیره که میتونید کانفیگ ها و تنظیمات لازم رو از اون طریق انجام بدید. دسته دوم CLI Command Line Interface یک رابط خط فرمان هست که اگر با از پورت کنسول یا از طریق SSH و تلنت به دیوایستون وصل بشید یه محیط Command Line در اختیار شما قرار میگیره و تمامی کانفیگ ها و تنظیم ها را در قالب کامند و دستور شما میتونید انجام بدید. اما اینیشیال کانفیگوریشن، شما وقتی یک روتر رو خریداری میکنید یا زمانی که اون رو ریست کانفیگ میکنید، یا ممکنه بلنگ کاملا باشه و هیچ تنظیماتی روی اون ست نشده باشه، یا معمولا یک سری کانفیگ ها و تنظیمات اولیه به صورت پیش‌فرض روی اونها ست میشه که این تنظیمات توی همه روترها هم مثل هم نیست. شما بر اساس مدل روترتون ممکنه کانفیگای متفاوتی داشته باشید که توی ویکی میکروتیک قسمت دیفالت کانفیگوریشن میتونید مدل روترتون رو سرچ کنید و ببینید کانفیگ پایه و اولیه اون روتر چه چیزایی است. الان یه سر میزنیم به این صفحه وب wiki.microtik.com قسمت میکروتیک روتر OS دیفالت کانفیگوریشن. الان مدل های مختلف روتر بردار و CCR ها رو داره نشون میدم. تو CCR است. من روترم RB 433 AH هست. الان اینجا RB 433 کانفیگ اولیه‌ای که روش ست شده فقط این است که روی پورت اتر یکش آی پی دیفالت میکروتیک که 192.168.1 هست ست شده، فقط همین. اما مثلا دیوایس دیگه مثل RB 450 اینجا میبینید که روی پورت لنش
IP دیفالت ست شده، یه سری نتورک روش ست شده، یه سری فایروال رول روی اون ست شده، روی پورت ونش DHCP کلاینت ست شده، روی پورت لنش DHCP سرور و موارد دیگه که اینجا دارید می‌بینید. و همطور مدل‌های دیگه روترها رو اگر ببینید دقیقاً متوجه میشید که چه کانفیگ‌هایی به صورت پیش‌فرض روی اونها ست شد. خب وقتی شما برای اولین بار به روترتون لاگین میشید یا اینکه اون رو ریسیت کانفیگ میکنید، الان اینجا فرض کنید روتر منه، من این رو ریسیت کانفیگ کنم، خب دوباره بهش وصل بشم، فقط هم برای اولین بار ببخش چون این IP ست شده، یه بار دیگه سرچ میکنیم، اون IP قبلا ست شده بوده، اون IP من نمیتونم بهش وصل بشم. وقتی ریسیت کانفیگ میشه دقیقا برمیگرد به کانفیگ های اولیه و IP دیفالت میکروتیک که 192.168.1 هست رو ریسیت میکنه. یه رفرش کنیم دقیقا اینجا ببینید این IP. چون IP لپتاپ من توی این رنج نیست با IP بهش وصل نمیشم، یعنی بخوام هم نمیتونم وصل میشم، با مکش وصل میشم فعلا. وقتی برای اولین بار وصل میشم ببینید این صفحه میاد روتر OS Default Configuration، دقیقا دیفالت کانفیگای این روتر OS رو نشون میده. همطور که توی سایت میکروتیک هم دیدیم فقط روی پورت اتر یکش IP دیفالت که 192.168.1 هست شده، که اگر شو اسکریپت رو بزنیم این رو به صورت یک اسکریپت نشون میده، لن کانفیگوریشنش به این شکل هست. اوکی، من میتونم اینو انتخاب کنم ریموف کانفیگوریشن، یعنی بگم هرچی کانفیگ اولیه روی این روتر هست رو برای من پاکش کن، من اصلا کانفیگای دیفالت به دردم نمیخوره و میخوام از اول خودم همه چیز رو کانفیگ کنم. وقتی ریموف بزنید ببینید توی آدرس لیستش اون IP هم پاک شد. الان شما اینو ببندید یا یه ویرچوال باکس دیگر رو باز کنید، ببینید IP آدرسش شد اون آدرس دیفالت پاک شد و یا IP نال بشتر. خب این از این، اما ما میخوایم توی این بخش یک سناریو رو انجام بدیم که دیاگرامش به این شکل هست. میخوایم لپتاپمون رو وصل کنیم به یک روتر و اون روتر به صورت وایرلس وصل هست به یه روتر دیگه که این هست. ببینید فرض کنید این روتر منه، این لپتاپ منه، با یک کابل وصل میشم به یک روتر، روتر هم به صورت وایرلس با یه روتر دیگه در ارتباط که اون روتر خودش به اینترنت دسترسی داره. من میخوام از این طریق لپتاپ من هم به اینترنت دسترسی پیدا کنم. هدفم اینه که یک هم شبکه کانفیگ اولیه و ابتدایی برای دسترسی به اینترنت توی شبکه سیمی رو انجام بدیم، هم شبکه وایرلس رو. خب برای این کار گفته چیکار کنیم؟ مرحله اول گفته که لپتاپت رو به اتر یک روترت وصل کن با کار، که من این کار انجام دادم. همه اینترفیس های دیگه لپتاپ رو دیسیبل کن، که این کارم انجام دادم. روی لپتاپ IP الان به جای X شما میتونید، من عدد 1 رو گذاشتم، IP 192.168.1.1 رو ست میکنم، سابنت ماسکش 3255.0، دیفالت گیتویش هم 192.168.1.250. خب ما بریم این کار انجام بدیم. روی کارت شبکم IP ورژن 4ش رو IP رو میذارم 192.168.1.1، نت ماسک 3255.0، گیتوی 192.168.1.250. این گیتوی در واقع IPه، حالا تو مرحله بعد انجام میدیم، اتر یک روترم هست. اوکی، مرحله بعد گفته که روی با مک وین باکس به روتر وصل بشید، که من فکر میکنم وصل نیستم، من وین باکس هم باز میکنم، با مک وین باکس به روتر هم وصل میشم، یوزر ادمین، پسورد ادمین. محل بچی هست که IP 192.168.1.254 رو روی روتر هم ست کنم. برای این کار قسمت IP ادرس که بازه اد میکنم 192.168.1.254/24/24 همون نتمسک هست که با /24 مثلا ما داریم میگیم که نتمسکش 255.255.255 صفر است، که حتما هم باید باشه. اگه اینو نذارید /32 در نظر میگیره و یک تک IP در نظر میگیره.
192 168 10 هم نتورکمون. اینترفیسمون چیه؟ اتریک. اوکی. خب مرحله بعد چیه؟ گفته وین باکس رو ببندید و به آی پی بهش وصل بشید. دقیقاً من این رو می‌بندم. ببینید سعی کنید تا جایی که میتونید با مک به روتر وصل نشید چون یک چیز امن و سیفی نیست. ممکنه حتی وقتی با مک وصل میشید بعضی از تنظیماتتون ذخیره هم نشه. خب من با آی پی به روترم وصل شدم. الان تست میکنم ببینم ارتباط لپتاپ با روتر برقراره یا نه. یعنی من باید پینگ 192.168.1.254 رو داشته باشم. خب این درست. بریم ببینیم مرحله بعدی چیه. مرحله بعدی اینه که تنظیمات مربوط به وایرلس رو انجام بدیم. یا آی پی ست میکنیم روی وایرلسمون آی پی ادرس. طبق دیاگرامی که داشتیم اگه من حالا برگردم اونجا دیاگرام رو بهتون نشون بدم، شبکه وایرلسمون توی رنج 10.1.1.0 هست. پس من آی پی وایرلس هم میزنم 10.1.1.1/24 ببینم همین بود. آره. نتورک هم هست 10.1.1.0. اینترفیس هم هست WLAN 1. اوکی. این که قرمزه به خاطر این که وایرلس هم بله غیر فعال. اجازه بدید یه تنظیم دیگه که اینا رو به موقعش خدمتتون میاد، فقط برای اینکه حالا شبکه‌مون راه بیفته این WLAN مون باید توی مود استیشن باشه. اینیبلش میکنیم اینجا، اسکن میکنیم ببینیم که چه اکسس پوینتی. الان ببینید اکسس پوینتی که SSIDش هست MTCNA کلاس رو داره پیدا میکنه، بهش کانکت میشیم و اوکی. الان ببینیم از اینجا من پینگ روتر بعدیمو دارم یا نه. آی پیش هست 10.1.1 طبق دیاگرام 254. آره ارتباط برقرار. خب ببینیم آیا دسترسی به اینترنت از اینجا داریم. از توی روتر پینگ 4224 رو میذارم. نه. باید ببینیم مشکلش چیه. مشکل اینه که گیتوی رو ست نکردم. توی قسمت آی پی رود به موقعش این ران رو توضیحات دقیق و کامل میدم. گیتوی رو ست میکنم در آی پی روتر بعدی. اوکی. الان یا پینگش اومد؟ بله. الان دسترسی به اینترنت از طریق روتر هم دارم. برای اینکه دسترسی لپتاپ به اینترنت هم برقرار بشه لازمه که اینجا من یه توی قسمت آی پی فایروال یه رول نترول اضافه کنم. سورس آدرس 192.168 که میتونست اینترفیس هم 192.168.1.1 هم سورس نت بشه به آی پی روتر 10.1.1.1. اوکی. خب حالا تست میکنیم. پینگ 4.2.2.4. خب ندارم. ببینیم مشکل چیه. یه بار دیگه نتم رو چک میکنم. اینجا من اشتباه کردم. باید توی جنرال چین رو میذارم سورس نت. آدرس رو میذارم. سورس آدرس رو میذارم 192.168.1.1. اکشنش هم که هم. اوکی. دوباره چک میکنم. بله. الان دسترسی به اینترنت دارم. میخوام ببینم از توی سیستمم میتونم یه وب باز کنم. میبینید که نه. امکانش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه DNS ست نشده. باز برمیگردم به روترم. DNS رو. اینجا یه DNS خارجی که وجودم داره و استفاده میشه رو ست میکنم. تیک Allow Remote Request رو میزنم که کش DNS باشه. برمیگردم به سیستمم و بهش میگم که بره از این روتر DNS ها رو ریزالو کنم. 192.168.1.254. اوکی. خب حالا باید این وب رو برای من باز کن. بله. باز کرد. این سناریو رو انجام دادیم که یک دسترسی اولیه به اینترنت رو داشته باشیم. شبکه سیمی و بی سیم رو
باش آشنایی پیدا کنیم و همطور در ادامه درس هم این شبکه از این سناریو استفاده میکنیم. و اما بس آپگرید کردن روتر. خب شما وقتی که روترتون آپگرید میکنید به یک ورژن بالاتر، در واقع توی هر ورژن های جدید یا ممکنه یه باگ فیکس اتفاق افتاده باشه، یعنی یه اشکال که ورژن قبلی داشته توی ورژن جدید این اشکال رفع شده، البته نگفته نماند. ممکنه بعضی وقتا با آپدیت کردن، یعنی توی ورژن های جدید روتر OS باگ های قبلی حذف شده باشه، رفع شده باشه، اما ممکنه باگ جدید اضافه شده باشه. اینو هم حواستون باشه که یه فیچر جدید اضافه شده توی ورژن جدید، و یا اینکه معمولا توی هر ورژن جدیدی که میاد کارهایی روتر OS بهبود پیدا کرده. و حالا اینکه بتونید چه اتفاقی توی ورژن جدید افتاده و چه تغییراتی رخ داده، میتونید چنج لاگ مربوط به اون ورژن رو بخونید. توی اون همه این چیزها رو توضیح داده. قبل از اینکه شما روتر OSتون رو آپدیت کنید، اول در حین حالا قبل از اینکه بخواید آپدیت کنید، اول باید ببینید که این توی ورژن جدید توی محیط آزمایشگاهی اون رو تستش کنید، ببینید فیچرهای جدیدی که اضافه شده چی هستن، چطوری کار میکنن. ممکنه بعد از آپدیت کردن یه سری مشکلاتی برای روتر شما پیش بیاد که توی جاهای حساس شاید خیلی سخت قابل جبران باشه مشکلاتی که بعد پیش میاد. بنابراین تا زمانی که روتر شما درست داره کار میکنه و ایرادی نداره، شاید بهتر باشه که اصلا اون آپدیتش نکنید یا حداقل نسخه باگ فیکس اون ورژن انتخاب کنید. نسخه باگ فیکس حالا توی سایتش میریم میبینیم توضیح میدم، نسخه هستش که دیگه تقریبا هیچ باگی برای اون گزارش نشده. و اینکه توی مراحل آپدیت کردن روتر OS حتما دقت کنید مراحل کامل انجام بشه، دقیق انجام میشه و بعداً مشکلی برای شما پیش نیاد. خب قبل از اینکه روتر OSتون رو آپدیت کنید، لازم هست که اول بدونید معماری اون روتر شما چی هست، که هم قبلا گفتم توی نامگذاری روتر مشخص هست، همین که از توی این باز شما وقتی که با وین باکس بس میشید به روترتون، اون بالا نسخه معماری روترتون رو نوشته، مثلا ایپسپی هست یا پیپیسی هست یا 86 هست. هر کدوم از این معماری ها به اون نسخه آپدیت شده او اسشون ما هم متفاوت هست. وقتی میخواید دانلود کنید بر اساس معماری دستبندی شده. خب و اینکه شما کدوم یکی از فایل ها رو نیاز دارید، فایل MPK نیاز دارید، فایل زیپ رو نیاز دارید، که حالا فرقشون اینه که توی فایل زیپ میریم میبینیم توی سایت دانلود میکنیم متوجه میشید که چه تفاوتایی دارن. کل پکیج ها به صورت جدا جدا آورده شده، ولی MPK یه پکیج استانداردی که هست مخصوص روتر OS که پیشنهاد میشه پکیج زیپ رو انتخاب کنید. وقتی اکسترکت میکنید شما هر کدوم از پکیج هایی که لازم دارید را انتخاب میکنید و اون رو آپدیت میکنید. شاید لازم نباشه حتی برای نصب کردنش، شاید لازم نباشه همه پکیج ها روی روتر شما نصب شده باشه. خب حالا یه سر میزنیم به سایت میکروتیک. سایت میکروتیک رو باز میکنم، یه صفحه سافتویر قسمت دانلودز، ببینید چنج لاگز هم اینجا هست، میتونید چنج لاگ ها رو ببینید توی هر نسخه ای. اول اینکه کی اومده، چه تاریخ اومده این نسخه آپدیت شده، و اینکه وقتی که کدوم از اینا رو باز کنه چنج لاگش رو میبینید، تغییراتی که نسبت به نسخه قبلی خودش داره میبینید. توی قسمت دانلود شما اینجا میبینید که چه ورژن هایی از روتر OSتون هست. ببینید توی نامگذاری روتر OS به شکل x.y.z نامگذاری کرده. خب الان ببینید 6364. ببینید وقتی که این عدد سوم بهش اضافه میشه یا به قول Z، این نسخه های باگ فیکس یک نسخه، مثلا 636 که اومده تا الان 4 بار باگ فیکس شده و فعلا هم از بین این نسخه هایی که هست وجود داره 6344 هست که میشه بهش اعتماد کرد و تا الان هیچ باگی براش گزارش نشده. عدد دوم وقتی تغییر میکنه که یه فیچر جدیدی بهش اضافه شده باشه، تغییرات اساسی رخ داده باشه. با توجه به اینکه دیدیم روتر من معماری میپسپی رو داره، میام پکیج مربوط به اون رو دارم. مین پکیج همون پسوند NPK رو داره که اینو دانلود میکنم و اکسترا پکیج، پکیج های اضافه رو در قالب یک فایل زیپ آورد، این رو هم ذخیره میکنم.
خب پکیج الان دانلود شدن. پکیج زیپ رو که استراتش بکنیم. میبینیم که مجموعی از پکیج ها رو توی خودش داره. خب حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که هر کدوم از این پکیج ها چه قابلیت هایی رو به روتر ما اضافه میکنن، یا اگر من مثلا فلان فیچر رو میخوام روی روترم داشته باشم کدوم یکی از این پکیج ها رو نصب کنم؟ نمیشه که همه پکیج ها رو نصب کرد، خیلی درست و منطقی نیست. برای اینکه به این سوالتون جواب بدید، توی قسمت پکیج تایپ رو ویکی میکروتیک شما میتونید تمام توضیحات مربوط به این پکیج ها رو ببینید. الان اگه ما این سایت رو باز کنیم، وارد ویکی میکروتیک میشیم، قسمت روتر اوس، قسمت روتر اوس پکیج تایپ. اینجا یه جدول هست، توضیحات کاملی در مورد پکیج ها داده، اینکه روش معماری نصب میشه و چه فیچرهایی رو داره. مثلا پکیج Advanced Tools، Advanced Ping Tools. شما پینگ رو توی پکیج سیستم که به عنوان پکیج پایه و اصلی روترتون هست دارید. یعنی تا زمانی که شما پکیج سیستم رو روی روترتون نصب نکنید، هیچ کدوم از این پکیج ها به کارتون نمیاد. اولین پکیج و اصلی ترین پکیج، پکیج سیستم. اما یه سری Advanced Ping Tools، سری فیچرهای پیشرفته ای رو به اون پینگ اضافه کرد. یا بقیه پش، مثلا پکیج DHCP. شما اگر میخواید DHCP ران کنید روی روترتون، باید این پکیج رو داشته باشید. اگر میخواید اون روترتون رو هاتسپات کنید، باید پکیج هاتسپات روش نصب شده باشه. و همینطور بقیه قسمت های دیگه. یا مثلا پکیج PPP. شما برای استفاده از پروتکل های PPP لازم هست که این پکیج روی روترتون نصب کنید. یا بحث روتینگ رو اگر میخواید داشته باشید، باید با داینامیک روتینگ، البته فقط داینامیک روتینگ، پروتکل های داینامیک روتینگ رو بخواید ازشون استفاده کنید، باید پکیج روتینگ رو روی روترتون نصب کرده باشید. یا بخواید SSH وصل بشید به روترتون، این پکیج لازم هست. پکیج سیستم هم که اینجا گفته بیس روتر فیچرز، تمام فیچرهای اصلی و پایه روتر رو در صورتی میتونید داشته باشید که پکیج سیستم روی سیستمتون نصب شده باشید، روی روترتون نصب شده باشید. خب پکیج وایرلس، این رو برای بحثای وایرلس شما لازم دارید که داشته باشید. و سایر پکیج ها اینجا توضیحات کامل داده. شما هر فیچری که میخواید به روترتون اضافه کنید میتونید بیاید اینجا ببینید که از کدوم پکیج باید استفاده کنید. خب حالا من میام از بین اون پکیج هایی که دانلود کردم، به جای اینکه پکیج اصلیه که روتروس فایل NPK بود نصب کنم، میام هر کدوم از این پکیج ها که لازم دارم رو روی روترم نصب میکنم. چون هم حافظه کمتری رو از روتر مصرف میکنه، هم اگه همه پکیج ها رو نصب کنم ممکن روترم در معرض خطرات و مشکلات امنیتی قرار بگیره. میتونم برم توی روترم ببینم در حال حاضر چه پکیج هایی روی روتر من نصب هست. توی قسمت سیستم پکیجز، اینجا که کلیک کنم میبینم که الان در حال حاضر چه پکیج هایی روی روتر من نصب هست و چه نسخه از این پکیج ها. نسخه 6.32.2. من میتونم اینا رو آپدیت کنم به آخر نسخه باگ فیکسی که الان دارم و دانلودش کردم. حالا چطوری؟ برای آپدیت کردن روتر اوس سه روش وجود داره. برمیگردیم به اسلایدامون. خب گفته که برای آپدیت کردن روتر اوس سه روش وجود داره. اولین روش دانلود فایلز اند کپی اوور تو روتر. اولین روش که یک روش قدیمی و سنتی هست اینه که فایل ها رو دانلود کنیم و توی روتر کپی کنیم. روش دوم چک فور آپدیت هست. میریم چک میکنیم و روش دوم چک فور آپدیت و روش سوم آتو آپگرید. خب روش اول برای آپگرید کردن روتر اوس این هست که فایل های مورد نظرتون رو دانلود کنید و اونها رو توی ریشه FTP روتر کپی کنید. خب من وارد روترم بشم. همطوری که قبلا گفتم اگر بخواید ببینید الان چه نسخه از روتر اوس دارید، اول اینکه از توی وینباکسون بالا مشخصه 6.32.2 هست. توی سیستم پکیجز هم اگر برید شما میبینید، حتی توی وینباکس هم که میخواید بهش کانکت بشید قسمت لیست IPR رو داره که نشون میده، میتونید ببینید چه ورژنی از روتر اوس رو دارید. خب من میام فایل تو قسمت میتونم روتر و اسمیپس رو همجور با درگ اند دراپ بکشم بیارم تو روتر، یا اینکه برم تو قسمت فایلز
الان داره کپی میکنه چون حجمش به خورده زیاده یکم طول میکشه. صبر میکنم تا اینو کپی کنم. یه روش دیگرش هم این هست که برم فایل رو پاک کنم و این فایل رو کپی پیست کنم توی گوشه فایل.